دوستان از من پرسیدن چگونه عادتهای باارزشی با ارزشی بسازیم اول باید تعیین کنید میخواید به کجا برسید میخواید به چه شخصیتی بعد از سه سال پنج سال تبدیل بشید خب من برای اینکه بتونم به اون آدم به اون درجه از توانایی و آگاهی برسم باید چه رفتارهایی رو بیشتر و چه رفتارهایی رو کمتر انجام بدم یه لیست تهیه کنید از رفتارهایی که با انجام اونها به شکل تکراری میتونید تبدیل بشید به یک آدمی که میخواید مثلا عادت به مطالعه البته از کم شروع کنید اگه اهلش نیستید و کتابهای جالبی که خیلی ها توصیه میکنن و فکر میکنید با روحیه یا نیاز شما جوره تهیه کنید و خودتون رو تشویق کنید که من دارم در راستای تغییر و ایجاد یک عادت مناسب اقدامی رو انجام میدم اقدامی برای یادگیرنده بودن خب پس عادت به مطالعه عادت به یادگیری یکی از عادتهای مناسب برای ساخت شخصیت دلخواهتونه چون شما به منابع زیادی برای یادگیری نیاز دارید و با مطالعه و یادگیری شرکت در یه سری کلاسها میتونید میونبر بزنید و کار رو سریعتر و آسونتر انجام بدید عادت های مناسب رو فهرست کنید درباره این عادت ها با افرادی که به نظرتون صاحب صلاحیت هستن گفتگو کنید ببینید نظر اونا چیه آدمای صاحب صلاحیت کیان آدمایی که تو زندگیشون مسئولیت پذیرن توانمندن موفقن به خوبی از اوضاع از پس اوضاع سخت برمیان افرادی که گله و شکایت زیاد می از زمین و زمان مینالند و مقصر پیدا می برای مشکلاتشون افراد مناسبی برای مشورت کردن نیستند از اون افراد سرب صلاحیت کمک بگیرید هم فکری بگیرید عادت های مناسبتون رو فهرست کنید و این این کارهایی که میخواید عادت بشه تو اقدامات روزمرتون بگنجونید که هر روز تا حدی انجامش بدید مثلا چه کاری؟ مدیتیشن چون مدیتیشن در طول زمان شما رو تبدیل به یک فرد توانمند میکنه از لحاظ ذهنی، تفکری، از لحاظ هیجانی از لحاظ رفتاری تبدیل به یک شخصیت توانمند میشید عادت به یادگیری مادام، عادت به تحسین کردن دیگران دیدن نقاط مثبت در دیگران و بازخورد مثبت دادن به دیگران همه اینا میتونه کمک کنه تا شما تبدیل به آدمی بشید که میخواید و حتما یه هم تهیه کنید از کارها و رفتارهایی که به شکل ناهوشیار انجام میدید و فایدهی براتون نداره ولی وقتتون رو میگیره خستتون میکنه لیستی از رفتارهایی که باید کم 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 و کمترش کنید اون رفتارها مثل استفاده بی هدف و به شکل سرگرمی از گوشی موبایلتون و رفتن به دنیای مجازیه باز کردن هر صفحه و مشغول شدن و گشت و گذار این عادت رو هوشیارانه کم کنید و هدفمند باشید خب من فکر میکنم در دوره اولویت ها میتونید بسیار زیاد از این مطلب استفاده کنید که من چه کارهایی رو باید بیشتر انجام بدم و جز اولویت های منه و چه کارهای کمتر باید قدرت کنار گذاشتن اونا را داشته باشم تشخیص این که چه کارهایی رو انتخاب کنید و چه کارهایی رو کنار بذارید تا بتونید به یک فرد متکی به خود و توانمند و با قدرت بشید خیلی مهمه که در دوره اولویت‌های خود رو زندگی کنید میتونید یاد بگیرید و تغییر کنید برای دریافت مطالب آموزشی رایگان بیشتر این مطلب رو لایک کنید در کانال ما سابسکرایب بشید و نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید